سر خط خبرها. طرف‌های درگیر در جنگ لیبی در نشست بین المللی برلین از شورشیان خواسته شد تا در ارتش لیبی ادغام شوند. ایران اهل تهدید نیست. بیش از یک سال و اندی از رفتار خصمانه آمریکا در مسئله هسته‌ای. مشاور رئیس مجلس ایران به کشورهای اروپایی عضو برجام لاریجانی میگوید اگر ناعادلانه رفتار کنند در روابط با آژانس بازنگری میکنیم. انتقاد افغانستان از مذاکرات صلح آمریکا و طالبان. معاون رئیس جمهوری میگوید مذاکرات بین الافغانی و با شرط آتش بس باشد. و گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از پایگاه عین الاسد، تیم پزشکی از وضعیت سربازان آمریکایی بعد از حمله موشک ایران میگوید. سلام، عصر یکشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری در 29 دی ماه 19 ژانویه از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاد نوبخت. طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی و حامیان بین‌المللی‌شان در برلین جمع شدند تا برای برقراری آتش‌بسی پایدار تلاش کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته امیدوار است که این نشست راه حل سیاسی برای بحران لیبی پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه هم از دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. لیبی 9 سال است که درگیر جنگ داخلی بین دولت مستقر در پایتخت و ژنرال خلیفه حفتر است. باران عباسی گزارش می‌دهد. برلین، دفتر صدر اعظم آلمان. آنگلا مرکل میزبان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی و حامیان بین‌المللی‌شان. جنگی که 9 سال است ادامه دارد، از زمان سرنگونی معمر قذافی رئیس جمهوری سابق لیبی. اما با مرگ صدها و بر اساس بعضی از برآوردها هزاران نفر و آوارگی هزاران نفر دیگر، قدرت گرفتن اسلامگرایان تندرو و خطر کشیده شدن ناامنی به کشورهای مجاور و حتی منطقه، سیاستمداران حاضر در اینجا به فکر چاره افتادند. در میانشان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که در این جنگ پشت دولت مستقر در ترابلس ایستاده، دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد که حالا در موضع ضعف است. گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده دوباره دارن در لیبی جای پاشون رو محکم می کنند. حمله ها به مرحله رسیده که دیگه نه فقط لیبی بلکه کشورهای همسایه و ثبات همه منطقه مدیترانه رو تهدید می کنه. متاسفانه جامعه جهانی تا امروز واکنش لازم رو به رفتارهای خطرناک هفتر نشون نداده. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به خلیفه هفتر است، ژنرال قدرتمندی که حالا بیشتر مساحت لیبی را تحت کنترل دارد و نیروهای تحت فرمانش که خود را ارتش ملی لیبی می‌نامند با دولت فائز سراج، دولت مستقر در ترابلس که مورد حمایت سازمان ملل است، می‌جنگند. خلیفه حفتر هنوز نتوانسته پایتخت را تصرف کند، اما چند هفته پیش کنترل سرت، سومین شهر بزرگ لیبی را به دست گرفت. نیروهای او همچنین دیروز بندرهای اصلی لیبی را بستند تا مانع صادرات نفت شده و دست دولت را از منبع درآمد اصلیش کوتاه کنند. اما خلیفه حفتر در این جنگ تنها نیست. روسیه، عربستان، مصر، امارات و اردن از او حمایت می کنند. حمایتی که نخست وزیر بریتانیا خواستار توقف آن شده. لیبی صحنه یک جنگ نیابتی بین نیروهای خارجی، از یک طرف روسیه و مصر و بقیه و از طرف دیگر ترکیه و بقیه کشورها. اتحادیه اروپا در این مورد دچار اختلافه. درگیری‌های نیابتی فقط در صورتی حل میشن که بازیگران خارجی تصمیم به تموم شدنشون بگیرن. برای همینه که ما اینجاییم. موضع بریتانیا اینه که این درگیری‌ها بیش از حد طولانی شده و وقتیشه که لیبی رو از طریق یک روند صلح به رهبری سازمان ملل یک پارچه کنیم. امروز پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، برای برقراری آرامش در لیبی دعا کرد. تلاش‌های پیشین برای رسیدن به این هدف بارها به شکست انجامیده و توافق‌های آتش‌بس یک به یک نقض شده.
حالا با آمدن وزیر خارجه آمریکا و دیگر بازیگران مهم این جنگ به برلین، فشاری تازه از سوی جامعه جهانی برای یافتن راه حلی سیاسی در کشوری وسیع با ساختار قبیله‌ای که در سالهای اخیر مسلح هم شده. کشوری که در پی دخالت نظامی ناتو و فروپاشی حکومت معمر قذافی دیگر روی آرامش ندید. باران عباسی، بی بی سی. الان حدود 9 سال است که لیبی درگیر جنگ داخلی است، یعنی بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی. همکارم ژیار گل نگاهی کرده به تحولات اخیر در لیبی و بازیگران داخلی و بین المللی ها. در حال حاضر درگیری های خونینی در لیبی در جریانه و اخیراً وضعیت بحرانی تر شده. کشورهای بیشتری وارد معرکه شدن. ترکیه، مصر، روسیه، فرانسه، امارات متحده عربی و آمریکا همگی در لیبی درگیرن. وضعیت پیچیده است، نه واقعا هست. تلاش میکنم با جزئیات شرایط لیبی رو براتون توضیح بدم. خبر جالب اینه که نیروهای سوریه هم به لیبی رفتن. بله، درست شنیدی. سوریه. بر اساس منابع بی بی سی در طرابلس، شبه نظامیان سوریه مورد حمایت ترکیه به لیبی اعزام شدند. ترکیه میگه اعزام نیرو برای حمایت از دولت مورد تایید سازمان ملل متحد در غرب لیبی به رهبری فیاض سراج بوده. از طرف دیگه پیمانکاران نظامی روسیه از طرف مقابل حمایت میکنند، یعنی دولت شورشیان در شرق به رهبری ژنرال هفتر. همچون داستان سوریه، منافع ترکیه و روسیه در اینجا در تضادن. این دو قدرت مطرح منطقه که در لیبی درگیرن به دنبال گسترش نفوذ خود و داشتن نقشی تعیین کننده در آینده این کشورن. کشورهای زیادی در لیبی درگیرن که هر یک به دنبال منافع خودشون هستن. امارات متحده عربی، مصر، اردن از ژنرال هفتر حمایت میکنن. به شبه نظامیان تحت امر او کمک‌های تسلیحاتی و لوجستیکی می‌کنند. قطر از طرف دیگه حمایت می‌کنه. به همراه ترکیه پشت دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد ایستادند، یعنی سراج. رقابت بین این کشورها در درگیری‌های دیگه منطقه دیده میشه. برای مصر، لیبی همسایه شرقیه. برای اونا مسئله امنیت ملیه. اونا نگران کشیده شدن جنگ بین گروه‌های شبه نظامی لیبی به مصرند. تا حالا وضعیت پیچیده به نظر میرسه، نه هنوز داستان تموم نشده. فرانسه رابطه قدیمی با لیبی داشته. این کشور هم از ژنرال هفتر در شرق حمایت میکنه. ایتالیا که زمان لیبی از کشورهای مستعمرش بود، حالا با فرانسه در تضاد، از دولت فیاض سراج حمایت میکنه. آمریکایی‌ها هم از این تنش‌ها به دور نیستن. این کشور از هوا با باقی مانده شبه نظامیان داعش که در میان جنگ‌های داخلی لیبی سر برآورده‌اند می‌جنگه. اما چرا این کشورها در لیبی درگیر شدند؟ اصلا چرا مسئله لیبی باید برای جهانیان مهم باشه؟ دلایل زیادی وجود داره. لیبی بزرگترین منابع نفتی آفریقا رو داره و یکی از بازیگران اصلی در بازار گاز طبیعیه. با داشتن نزدیک به 2000 کیلومتر سواحل در دریای مدیترانه، این کشور یکی از دروازه‌های اصلی ورود مهاجران از آفریقا به اروپا است. ظهور داعش و سایر گروه‌های شبه نظامی تندرو به کابوسی برای کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه مبدل شده. با تمام کشورهایی که از اونا نام بردیم که در لیبی درگیرن و کشورهایی که به اونا اشاره نشد، بحران لیبی پیچیدگی خاص خود رو داره. بعید به نظر میرسه مشکل این کشور به این زودی‌ها حل بشه. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب از بن آلمان با ماست. آقای حسینی فرد، متشکرم که ملحق شدیم به برنامه‌مون. اگر میشه اول از اهمیت این نشست در این سطح بیشتر توضیح بدیم و چقدر احتمال داره که این نشست به نتیجه دلخواه برسه؟ خب اینه که برلین به اصطلاح مبتکر این کنفرانس شده، در نظر بگیریم که تقریبا جزو بی‌طرف‌ترین کشورهاست آلمان، نه در اون جنگی که برای سرنگونی قذافی
پیشرفت مثل بریتانیا و فرانسه شرکت داشت و نه الان در این رقابتی که بین جنرال هفتر و آقای فیاض هستش، طرف برخلاف فرض ایتالیا یا فرانسه، طرف هیچ کدوم از این کشور از این دو طرف رو گرفته. در این حال آلمان با این مشکل بزرگ مسئله مربوط به پناهجویی هم روبروست که به خصوص از طریق لیبی، خب توی دریای مدیترانه امواج بزرگی از پناهجوها از اون طریق میان و در این حال از طریق کشورهای از طرف کشورهای اون منطقه ساحل آفریقا هم برلین زیر فشار بوده دائم که اگر میخواید کشورهای ما ثبات داشته باشند و موج پناهجویی متوقف باشه بشه، در وهله اول باید لیبی ثبات پیدا بکنه. توی همچین وضعیتی و به خصوص حساسیتی که لیبی و برخی از کشورهای عربی هم دارن که لیبی هم مثل سوریه صرفاً به اصطلاح تمشیت نشه امورش در دست دو کشور ترکیه و روسیه، این کنفرانس را انداختن به اصطلاح منطقه با یک سری درسگیری ها از اون مذاکرات شکست خورده قبلی. آیا معلوم هست که چه مواردی مشخصا قراره در این کنفرانس مطرح بشه برای اینکه اونطور که گفتین لیبی رو به ثبات برسونن؟ همونطور که گفتم تو دور اول، واقعیتش اینه که خب کنفرانس مختلفی برای ایجاد ثبات تو لیبی برگزار شده، از جمله یک کنفرانس بزرگ سال 2015 در ایتالیا بوده، دومیش باز 2018 بازم در ایتالیا. و خب برلین به نظر میاد که به این نتیجه رسیده که نمیشه به اصطلاح با سنگ بزرگ برداشت، یعنی اینکه باید در لیبی باید مرحله به مرحله پیش رفت. اون هدف این کنفرانس هم در وهله اول اینه که طرف‌های درگیر که دارن جنگ نیابتی میکنن در لیبی رو متقاعد بکنن که بیان و به آتش بسی که سازمان ملل قطعنامه‌اش داده بیرون به اون پایبند بشن، تسلیحات نفرستن برای طرف‌های درگیر و در این حال متعهد بشن که در بازسازی سیاسی لیبی مشارکت بکنن. اینه که خب این طرف ها واقعتش اینه که با توجه به دست بالایی که آقای هفتر داره و این طرف هایی که ازش حمایت میکنن مثل روسیه، امارات، مصر، اینها بعد از این کنفرانس هم خصوص به لحاظ عملی ضمانتی بدن، میدونید که خب در همین اسلام قطعنامه که قرار این کنفرانس منتشر بکنه بحث داره اینه که خب حالا آتش بس هم اینا پذیرفتن، این تعهد داوطلبانه هم دادن این کشورها که سلاح نفرستن، ولی کی میتونه ضمانتش بکنه؟ کی باید رو اینا اصلا نظارت بکنه؟ در مورد همه این مسائل شک و تردیدهای بسیاریه، ولی ظاهرا هیچ راهی هم نیست جز اینکه از طریق همین کنفرانس ها و مذاکرات به نتیجه برسه. و هر صورت همونطوری که در گزارش آقای گلم اومد بسیار مسئله پیچیده‌ای شده. مسئله کشورهای دیگری هست که کشورهای خارجی که دخیل هستند در لیبی، مثلا روسیه و ترکیه که از طرفهای مقابل هم دیگه حمایت میکنن. چطور میشه احتمال داد که این کشورها بتونن به توافق برسن و مثلا راضی بکنن جنرال هفتر رو که او همکاری بکنه با دولت؟ وقتی اینه که در این مذاکراتی که دوشنبه گذشته در مسکو برگزار شد و جنرال هفتر و آقای فیاض رفتن اونجا برای آتش‌بس به طور غیر مستقیم نشستن مذاکره کردند، به نظر میاد که روسیه و ترکیه تا حدودی همون مثلا در اموری هم وضعیتی رو که در سوریه پیش بردن و توافقای مرحله به مرحله این بعدشون نمیاد که به نتیجه برسه. منتها الان به نظر میاد بیشتر از اینکه مشکل روسیه و ترکیه باشند، بیشتر کشورهایی مثل مصر و امارات و اینها هستند که اونها با توجه همونطور گفته شد دست بالایی که جنرال هفتر داره، با توجه به ستیز و نگاه منفی بسیاری که به قدرتگیری ترکیه نیروی مثل اخوان المسلمین که خب در دولت آقای سراج دست بالا رو داره، نگاه منفیشون به همه اینها، به نظر میاد که بیشتر تکیه دارن که حتی اگر آقای هفتر در این کنفرانس برلین هم به اصطلاح اوکی گفت و آتش بس موافقت کرد، از روز بعد دوباره همون آش و همون کاسه رو ادامه بدن. یعنی به نظر میاد که خود هفتر و حامیان عربش به خصوص روی به اصطلاح پیروزی نظامی همچنان میخ کرد. ممنونم از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل جهان عرب با ما. پیکر قربانیان اوکراینی سرنگونی پرواز تهران کیف وارد این کشور شد. در کیف پایتخت مراسمی با حضور نخست وزیر و رئیس جمهوری اوکراین برای قربانیان برگزار شده. هواپیمای مسافربری اوکراین 12 روز پیش با اصابت موشک یا موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران ساقط شد و 176 سرنشین آن از جمله 11 اوکراینی کشته شدند. در شمال و غرب ایران بارش سنگین برف مراکز آموزشی در تهران و بعضی شهرهای دیگر را تعطیل کرده.
در استان تهران همه مدرسه ها و همینطور دانشگاه آزاد، واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکز، رود هند، دماوند تعطیل شدند. پروازهای فرودگاه مهرآباد هم به دلیل کاهش دید چند ساعت لغو شد و بعد از سر گرفته شد. سازمان هواشناسی بیشتر مناطق ایران به جز استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان وضعیت بارانی و برفی را پیش بینی کرده. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته که اگر اروپایی ها در مورد توافق هسته‌ای به گفته اون ناعادلانه عمل کنند، ایران هم در رابطه با همکاری با آژانس بازنگری خواهد کرد. ایران اهل تهدید نیست. بیش از یک سال و اندی از رفتار خصمانه آمریکا در مسئله هسته‌ای می‌گذرد. با اروپا صرفاً بیانیه سیاسی داده است و مدت‌ها جمهوری اسلامی ایران مدارا نمود. اما با صراحت اعلام می‌کنیم اگر اروپا به هر دلیل رفتار غیرعادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است. ما شروع کننده این امر نخواهیم بود، ولی متناسب با اقدام شما اقدام خواهیم کرد. بهتر است عادلانه رفتار کنید. بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته ایران از وین اتریش با ماست. آقای بیات، اول اگر میشه توضیح بدید که به نظر شما این هشدار آقای لاریجانی مبنی بر این که گفته تصمیم جدی ممکنه بگیریم برای ادامه همکاری با آژانس، در واقع شاید عدم همکاری با آژانس، منظورش دقیقاً چیه؟ این صحبت هایی که آقای لاریجانی کردن به نظر من اصلا جای شگفتی نیست، زیرا که جمهوری اسلامی در واکنشش نسبت به وضعیت برجام این بوده که به تهدید هسته‌ای روی بیاورد. از آنجا که جمهوری اسلامی خیلی دیر هنگام به یک توافق هسته‌ای دست یافت، وضع به نحوی است که امکان دیگری هم در دسترس ندارد. در واقع تنها امکان واکنش رژیم جمهوری اسلامی نسبت به مثلا خروج آقای ترامپ از برجام یا شاید رفتار اروپایی ها این میمونه که تهدید هسته‌ای بکنن، که به نظر من این راه حلی نیست. از طرف دیگر هم غیر از صحبت آقای لاریجانی امروز، دیروز پریروز هم معاون وزارت خارجه اعلام کرد که اگر اروپایی‌ها چنین رفتار کنند، ما در دکترین هسته‌ایمون تجدید نظر می‌کنیم. خب معنی این حرف این است که تجدید نظر در دکترین هسته‌ای یعنی که بریم به طرف تهدید هسته‌ای، در واقع یعنی می‌ریم به طرف بمب. به زبان ساده یعنی که اون فتوای رهبری راجع به حرام بودن بمب و این بمب هسته‌ای و اینا رو کنار میذاریم. از این لحاظ که گفته که ما نمیخواد، در واقع نمیخواد که بمب هسته‌ای تولید بکنه. درسته، به زبانن گفته میشه نمیخوان تولید بکنه، ولی عملی که میکنن این تهدید، یعنی اینی که ما میگیم، حالا الان برمیگردم به پرسشتون مستقیم، همکاریمون با آژانس کم میکنیم یعنی چی؟ اگر ایران فرض کنیم از برجام بیرون برود، حتی از برجام، یا اروپایی ها باعث بشن که برجام به کلی بیمعنی بشود، در اون صورت ایران هنوز مثلا میتواند به غنی سازیش ادامه بدهد، اما تحت نظارت آژانس، تحت نظارت های پیش از برجامی آژانس. از این نقطه نظر این تهدید، این که با آژانس دیگر همکاری نخواهیم کرد، یا احتمالاً موضوعی هم که مطرح شده خارج میشه، ایران خارج، تهدید خارج، خروج از NPT، از عهدنامه عدم اشاعه، برای عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، در واقع معنی تلویحیش این است که ما این مسیر رو طی می‌کنیم. همینجور که گفتم
چون راه دیگر، راه بیشتری رژیم جمهوری اسلامی براش باقی نمانده. مجبور به این متوسل بشه که به نظر من به ضررش هم تمام بیشتر به نظر شما تهدیده. آقای بیات، به MPT اشاره کردین. نماینده تهران هم گفته که در حال کار کردن روی طرح خروج از MPT هستن. اگر میشه یه توضیح کوتاهی اگر میشه بدین درباره MPT و اینکه کشورهایی که امضا کردن چند تا کشور هستن که امضا نکردند و بعد که روندش چیه اگر کشوری بخواد خارج شه، حالا ایران میگه امضا کرده و ممکنه تصمیم بگیرن خارج شه، روندش چطوریه؟ بله، NPT درست شد وقتی که بیم ایجاد شد در دنیا، اقلا در بین کشورهایی که دارنده سلاح هسته‌ای بودن و همراه اروپایی‌ها، که اگر سلاح هسته‌ای بی رویه اشاعه پیدا بکند، به ویژه در دست کشورهایی که رژیم‌های غیر مسئول دارند، رژیم‌های دیکتاتوری دارند، می‌تواند همه جهان را به خطر بکشد. از این لحاظ NPT در واقع دو تا ستون داره. یک ستونش جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای در جهان است. ستون دیگرش این بود که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای برن به طرف خلع سلاح. متاسفانه این قسمت دومی صورت نگرفت، یعنی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای نه تنها کم نکردن، ممکنه الهاز تعداد بمباشون کم کرده باشن، اما الهاز اثرمندی تکاملش دادن. این بخشش مغفول مونده، به نظر من این بخش بی‌عدالتیشه. آن قسمتیش که مربوط به امضای کشورها باشه، اگر درست به خاطرم باشه بین دوربر 170 کشور اینو امضا کردن، NPT را امضا کردن، یعنی بخش بزرگ، بسیار بزرگ از کشورهای دنیا اینو امضا، NPT را امضا کردن. و طبیعتاً مثل هر معاهده دیگری که داوطلبانه کشورها واردش میشن، میتوانن هم ازش خارج بشن. مثلا کره شمالی این کار را کرد. از این لحاظ جمهوری اسلامی هم میتواند چون این عملی انجام بدهد. البته یک روند برای این کار در نظر گرفته شده، این نیست که از امروز به فردا، اما روند پیش بینی شده. منتها موضوع اصلی آن نخواهد بود، اگر که ایران واقعا به طور جدی از NPT خارج بشود، باید به طور جدی روی جنگ حساب کرد، زیرا که اروپایی‌ها، متحدانشون اسرائیل، امریکا مصممند که از هسته‌ای شدن ایران جلوگیری بکنند. به نظر من هسته‌ای شدن ایران به نفع کشور نیست، کما اینکه کشور پاکستان که هسته‌ای شده و ازش از کشور ما بدتر هم هست، از این لحاظ هیچ نفعی برای کشور ندارد، فقط کشور رو به ممکنه واقعا به جنگ جدیدی بکشاند. ممنونم از شما، متشکرم. بهروز بیات، حلگر مسئله هسته‌ای، با ما. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، از چگونگی گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان انتقاد کرده. آقای دانش امروز گفته تا زمانی که مذاکرات مستقیم بین الافغانی و آتش بس برقرار نشود، هیچ اعتمادی برای آینده وجود ندارد. در همین حال حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، گفته دولت نباید به بهانه آتش بس مانع از مذاکرات صلح شود. روین رهنوش گزارش می‌دهد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان از موضوع گله دارد که بیش از یک سال است به آن توجه نشده. صحبت بین طالبان و آمریکا درباره افغانستان و بدون حضور دولت افغانستان. سرور دانش گفت امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان در غیاب دولت صلح را در پی نخواهد داشت. اینکه بین طالبان و آمریکا توافقنامه صلح امضا شود یک حرکت مثبت است، ولی طرف اصلی جنگ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند. با باور او طرح کاهش خشونت‌ها هم مشکل جنگ را حل نخواهد کرد. طرح کاهش خشونت و مانند آن یک نو طرح بسیار مبهم است و یک نو فرار از صلح واقعی و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است.
ممکن است با چنین توجیهاتی از طرف گروه طالبان و یا حامیان آن جانب ایالات متحده حاضر شود که سند توافق را توافقنامه را امضا کند. اما این برای مردم افغانستان که طرف اصلی قضیه است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. اما مخالفان سیاسی هم باور دارند که دولت مشکلات را ایجاد کرده. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین به بی بی سی گفت دولت نباید موضوع آتش بس را بهانه توقف مذاکرات بسازد. هر اقدامی که از راه مذاکره ما را به صلح میرساند باید انجامش دهیم. از دکتر محمد اشرف غنی میخواهم هر چیز زودتر به مذاکرات تن دهد. در کنار هر چیزی که به مذاکرات کمک میکند بیستد و کار را شروع کند. گروه طالبان که در حال گفتگو با ایالات متحده آمریکا در قطر است برای کاهش خشونت اعلام آمادگی کرده. حالا میگوید صحبت ها درباره مراسم امضای توافقنامه است. دولت افغانستان ما میگوید که نمایندگان آمریکا و طالبان تا هنوز روی آتش بس و پیشرفت لازم دست نیافته اند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. مسئله سلامت سربازان آمریکایی که در زمان حمله موشکی ایران در پایگاه عین الاسد بودند بحث برانگیز شده. بعضی بیانیه دیروز ارتش آمریکا درباره 11 سربازی که به دلیل علائم موج‌زدگی در اثر انفجار به بیمارستان‌های خارج از عراق منتقل شدند را دیر هنگام خواندند و میگویند نشانگر تلاش آمریکاست برای پنهان کردن مجروح شدن سربازانش. خبرنگار ما نفیس کوهنورد در پایگاه عین الاسد به دیدار تیم پزشکی رفته که نیروهای آمریکایی را بعد از اصابت موشک‌ها معاینه کردند. آواربرداری از سمت آمریکایی پایگاه عین الاسد. آثار به جا مانده از موشک‌های ایران در حال پاک شدنند. موشک هایی که در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس در اینجا فرود آمدند. با گذشت بیش از 10 روز از حمله موشکی ایران به این پایگاه هنوز حال و روز سربازای آمریکایی بحث برانگیزه، به خصوص اینکه آقای ترامپ اول گفته بود هیچ سرباز آمریکایی در این حمله آسیب ندیده. اما ارتش آمریکا در بیانیه‌ای گفته که 11 تا از سربازان رو به خاطر آسیب ملایم مغزی به بیمارستان‌های خارج از عراق فرستادن. این هم این سوال رو ایجاد کرد که آیا آمریکایی‌ها می‌خواستن پنهانکاری کنن؟ به کلینیک پایگاه آمده ایم تا با سرپرست تیم پزشکی که بعد از حمله سربازان را معاینه کرده اند صحبت کنیم. آن شب همه را چک کردیم. نه کسی زخمی شده بود، نه شکستگی داشت، نه جراحتی در اثر ترکش. علائم همه مثل هم بود و بلافاصله برگشتن سر کار. اما بعد از 2 روز چند تاشون به کلینیک اومدن و در واقع فرمانده هم خواستن که همه مجدد بررسی بشن. به خاطر اینکه در معرض موج انفجار قرار گرفته بودند، در بعضی هاشون هم نشانه‌های آسیب موج گرفتگی دیده میشد. تصمیم بر این شد که برای مراقبت بیشتر تعدادشون رو به بیمارستان‌های بیرون از اینجا بفرستیم. نه به خاطر اینکه حالشون وخیم بود، بلکه به دلیل اینجا امکانات کافی نبود. البته میتونم بگم همه به زودی سر کار برمیگردن، اما فعلا فکر کردیم بهتر تحت نظر باشن. Necessary to fully diagnose the breadth of their injury, so they sent them to areas to where they could get that imaging. چرا همون موقع و قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بگه کسی آسیب ندیده این موضوع گزارش نشد؟ سوال خوبیه، اما به طور معمول نشانه‌های موج گرفتگی نیاز به 24 ساعت وقفه و صبر داره. بعد از این وقفه دوباره ما بیمار رو بررسی می‌کنیم و زمانی رو در نظر می‌گیریم برای تشخیص کامل موج‌زدگی. چون بعضی مشکلات دیگر مثل استرس در اثر مواجهه با وضعیت اضطراب‌آلود هم ممکنه نشانه‌های مشابه داشته باشه. آیا میتونه باعث مرگ بشه؟ نه، خیلی به ندرت. وقتی که واقعا شرایط وخیم باشه. اما سطح آسیبی که اونا دیدن نگران کننده نبود. وقتی ما نگران مرگ میشیم چه شرایط واقعا هشدار دهنده باشه. اون وقت همون شب قطعا منتقلشون میکردیم. هنوز نه آمریکایی ها و نه عراقی ها حاضر شدند درباره آن منبع رازآلود هشدار زود هنگامی که درباره حمله به دست آمریکایی ها رسید صحبت کنند. هشداری که به گفته فرماندهان پایگاه
جان بسیاری از سربازان را از مرگ حتمی نجات داد. امروز اما هیئتی از نیروهای مسلح عراق و رسانه‌های عراقی برای اولین بار بعد از حمله به بازدید این پایگاه آمدند. This is the place from the coalition forces, not American base here. این پایگاه نیروهای ائتلاف، نه پایگاه نیروهای آمریکایی. و اینجا لشکری وجود نداره و سلاح سنگینی هم نیست. ما میخواییم همه ببینن که ما فقط با ائتلاف همکاری میکنیم و نیروی جنگنده یک کشور دیگری اینجا برای مقاصد دیگه نیست. مسئله اینه که بحران